مصداق نصرت به قلم یکیش مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه. این را من اینجا عرض می کنم و شاهد این قضیه خودم بودم. دو نفر دیگه با من بودن، یکیشون فوت شده، یکیشون هم الان هست هنوز. در سال 81 قمری، یعنی 54 سال قبل، به زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما مشرف شده بودم. یه کتابخانه ای بود که می گفتن 11,000 نسخه خطی داره و شاید 3,000 یا بیش از 3,000ش منحصر به فرده. و اون روز مرحوم علامه امینی آمده بودن اونجا دمشق، یه اتاقی اجاره کرده بودن قریب حضرت رقیه سلام الله علیها که نزدیک به اون کتابخونه. خود من در اون کتابخونه رفتم، چون نقل شد که در 4 ماه چقدر اونجا موندم. اون مدیر کتابخونه برای ما 3 نفر نقل کرد این را. این علامه امینی اجازه گرفته از مسئولین کتابخونه و کلید غرفه کتابخونه را به دست داره ایشون و کلید در ورودی کتابخونه. ایشون میاد وارد میشه، گاهی کتابخونه هم باز نیست و میره غرفه کتابها و اونجا مشغول بررسی این کتب مخطوطه است که در اختیار ایشون نبوده ندیده، برای تکمیل کتاب القدیر. این مدیر کتابخونه گفت که ایشون در 24 ساعت 18 ساعتش اینجاست و 6 ساعت فقط میره تو اون منزلی که یه اتاقی داره برای استراحت. و من هر وقت رفتم تو اون، میگفت رفتم تو غرفه کتب برای اینکه برای بعضی که میخوان مطالعه کنن تو کتابخونه کتاب بیارم، ایشون را دیدم یا ایستاده داره تو کتابا میگرده یک کتابی رو پیدا کنه، یا یک کتابی را برداشته باز کرده داره مطالعه میکنه، یا تو یک اوراقی داره از اون کتاب یه چیزایی یادداشت میکنه. هر وقت رفتم در این 18 ساعت متواصل مشغول این کار بود ایشون. فقط برای تجدید وضو از اون غرفه بیرون میمد و برای نماز. حتی نهار و شام هم نمیخورد، یه چیزای خشکباری مثل که باهش تو جیبش داشت، گاهی اینا رو تو دهنش میگذاشت که بتونه ادامه بده. مدیر کتابخونه گفت من نمیدونم این کی استراحت میکنه، 6 ساعت فقط در 24 ساعت 6 ساعت غایبه. این نصرت به قلمه.